به مناسبت حلول عید سعید فطر بنیاد جهانی آیت الله عظما شیرازی مدزلو بیانیه‌ای در خصوص اموری مرتبط با دین مبین اسلام صادر کرد بنیاد جهانی آیت الله عظما شیرازی در بیانیه خود با اشاره به حلول عید سعید فطر علما متفکران و صاحبان قلم‌های آزاد را مورد خطاب قرار داده و آورده است نشر تعالیم اهل بیت علیهم السلام در این مرحله حساس و حیاتی که جهان شاهد افزایش اعمال تروریستی خشونت گوناگون و سرکوب می باشد وظیفه اخلاقی و دینی شماست تا بار دیگر نام اسلام اصیل محمدی در جهان تنین انداز شود این بیانیه در ادامه با اشاره به سخنان مرجعیت شیعه آیت الله سید صادق حسینی شیرازی مدظله که این قرن را قرن حضرت امیر علی علیه السلام نامیدند افزود با توجه به این سخن نشر فرهنگ اهل بیت علیه السلام یک وظیفه همگانی است و ضرورت دارد حکومت های اسلامی طرز حکومتداری و راضی کردن مردم آزادی دادن به معترضان سیاسی و کمک رسانی به محرومان را در دستور کار خود قرار دهند. این مرکز در ادامه مسلمانان جهان را مورد خطاب قرار داده و آورده است امتهای اسلامی امروز شاهد مشکلات سیاسی فقدان آزادی جنگهای طایفهای سرکوب بازداشتهای بیمورد تجاوز و بیحرمتی و خونخاری هستند که این باعث تأسف است و این سؤال مطرح می شود که آیا این همان امت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی است؟ همچنین باعث تأسف است که مسلمانان روح قرآن کریم را زایی کردن و آیاتی را که در قرآن آمده و مؤمنین را با یکدیگر برادر دانسته فراموش کردند. این بنیاد جهانی در سومین قسمت بیانیه خود حکمرانان کشورهای اسلامی را مورد خطاب قرار داده و عنوان کرده ملتهای ما تا چه زمانی باید قربانی کشمکش های سیاسی باشند و به خاطر این اختلافات حکومت ها اموال بلاد اسلامی را خرج جنگ های بیدلیل خود کنند. جنگ هایی که جز خرابی، ویرانی، آوارگی و صدمات جبران ناپذیر سمری ندارد. بردمان ما امروزه زیر خط فقر زندگی می کنند و ما به کشورهای مصرف کننده تبدیل شده ایم که باید ما یحتاج خود را وارد کنیم و نمی توانیم روی پای خود بیستیم. بنیاد جهانی های طلال شیرازی در پایان بیانیه خود از حکمرانان بلاد اسلامی خواست تا در سیاست های اشتباه خود تجدید نظر کنند و به اموری چون احترام به حقوق بشر، اصل فرصت های برابر، عدالت و مساوات، رفع تبعیز، اشتغال زایی و تجدید نظر در تعالیم افکار افراتی اهمیت دهند تا شرایط همزیستی مسالمت آمیز و بستری مناسب برای مشارکت واقعی مردم در امور مختلف اجتماعی سیاسی به وجود آید